با درود، بیایید بنشینیم پای صحبت سردار محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با شبکه العالم، که نکات جالبی توش به چشم میخوره. جهت آشنایی بیشتر با محمد رضا نقدی باید یادآوری کنیم که ایشون علاوه بر اینکه یکی از سرکوبگران اصلی جنبش دانشجویی کوی دانشگاه تهران میباشند، قبل از اونم در دوران جنگ با عراق با ندانمکاری‌های خود و همپالگی‌هاش در سپاه پاسداران باعث جان باختن هزاران تن از جوانان بیگناه ایران بودند. عملیات طوفان الاقصا این قدرت دوام رژیم در مقابل مجاهدین شد صفر. حالا که خدا رو شکر همه دارن میبینن که بیش از دو ماه ما داریم میجنگیم و فعلا کسی که توان و قدرتش به حد صفر رسیده همین خرابکاران مزدور حماسن. رهبر بزرگوار و امام خامنه ای فرمودن که وقتی ظلم از حد گذشت باید منتظر طوفان بود. ای بابا، شما اختیار دارید سردار، خودتون تو این 44 سال ماشاءالله بزرگترین ظلمای تاریخ ایران رو بر ضد مردم مملکتتون روا کردید. کشوری که زمانی بهشت روی زمین بود و به یک مملکت سرخور و عقب مونده با هزاران هزار کودکای کار، کارتون خواب و زباله‌گر تبدیل کردید. جوانها رو تو خیابونا با شلیک گلوله کشتید و کور کردید. به دختران بیگناه تجاوز میکنید. در آخر هم حتی به حیات وحش خودتون رحم نمیکنید. اینا اگه ظلمیست پس چیه؟ نقل و نباته؟ نه فقط آمریکا، نه فقط اسرائیل، بلکه آمریکا، بلکه کشورهای غربی در اروپا، اینها دیگه نیروی زمینی ندارن، اینها دیگه هیچ توانایی ندارن. ببین جانم، همه خوب میدونن که ما مثل شما نیروهای نیابتی نداریم. پس الان اون ده ها هزار نفر رزمنده اسرائیلی که دارن توی میدون جنگ میجنگن از کجا اومدن؟ تربیت زندگی غربی و سبک زندگی غربی یه تربیتی است بر اساس لذت جویی فردی، بر اساس منفعت شخصی. فلذا این تربیت نیروی شجاعی که بتواند در میدان جنگ رزم بکنه رو بیرون نمیاره. به قول شما اگه این تربیت غربی اینقدر بی ماهیت و شما که تربیت اسلامیتون اینقدر خوب و عالیه، پس چرا همه آقازاده هاتون پا میشن میرن تو کشورهای غربی زندگی میکنن و از همه مهمتر هیچ کدوم هم حاضر نیستن بیان غزه واسه دوستانشون بجنگن؟ نهایتا آقای نقدی، این حرفا همش کشکه. مردم ایران دیگه از شما رد شدن و شما هم خوب دستون برای همه رو شده.